کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات بر ایجاد اصلاحات در نهادهای حکومتی برای پیشگیری از فساد اداری تاکید دارد. مسئولان این کمیسیون وجود انواع گوناگون فساد در نهادهای حکومتی را سبب عدم ارائه درست خدمات ملکی می دانند. از سوی هم یک برنامه آموزشی 4 روزه به هدف پیشگیری از فساد و آشنایی با اصول اداری برای 250 کارمند حکومتی در هرات برپا شده است. همکار موسی نیکخواه گزارش می دهد. کارمندانی که به تازگی در نهادهای حکومتی استخدام شدند برای سپری کردن یک دوره آموزشی 4 روزه در مورد فساد اداری در اینجا گرد آمدند. مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زون غرب کشور تاکید دارند برای کاهش فساد در نهادهای حکومتی نیاز است بر اساس یک روند بلند مدت اصلاحات به میان آید. وقتی کارمند دولت مکلف است در طول روز 8 ساعت کار مثمر انجام بده، به میزان هر دقیقه‌ای که از این 8 ساعت کار صورت نمیگیره و معاش میگیره از بودجه دولت و از مالیه مردم، به این معنی است که فساد اداری رخ داده. هدف ما آشنایی کارمندان جدید با این اصول و این ضوابط و چارچوب های قانونی است. چگونگی مبارزه با فساد اداری، مکتوب نویسی و اصول اداری محورهای اصلی آموزش هایی است که این کارمندان حکومت قرار است آن را فرا بگیرند. برگزاری این برنامه آموزشی برای کارمندانی که به تازگی جذب حکومت شده اند بخشی از تلاش کمیسیون اصلاحات اداری برای ایجاد اصلاحات در نهادهای دولتی است. مبارزه علیه فساد را ما تازه میتونیم تفسیر میکنیم اخلاق اداری است که نقش بسیار مهمی داره در استحکام اداره، و مکتوب نویسی است که اکثرا در قوانین و مهارت‌های مکتوب نویسی ما اینا رو آموزش بدیم. پیش از هرات این برنامه آموزشی برای کارمندان دولت در شماری از ولایت‌های شمال کشور برگزار شده است. شماری از کارمندان دولتی که در این برنامه اشتراک کردند وجود فساد در نهادهای حکومتی را تایید کرده و تاکید می‌ورزند باید با پدیده فساد اداری به گونه جدی مبارزه شود. ما بیم ادعا بکنیم که با فساد ریشه داری که در کشور ما متأسفانه وجود داره ما مبارزه می‌کنیم. باید در ابعاد گوناگون برنامه‌های مشخص طراحی بشه. از این طریق ما شاهد آموزش هایی در واقع شامل شاهد انتقال پیامی از این طریق برای دیگران. در حالی که کنشگران مدنی از وجود فساد در نهادهای حکومتی شکایت دارند و عملکرد حکومت را در این زمینه بسنده نمی دانند، اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با برگزاری برنامه های از این دست می خواهد قدمی برای مبارزه با فساد بردارد.